<applause> بسیار خوب خانم ها درود بر شما بامداد یک شنبه 25 اردی بهشت چند موضوع رو سعی میکنم کمتر از ده دقیقه در خدمتون باشم میدونم که همه سرگرم هستید این روزها روزهای حساسی هست اول از این شروع بکنم که پیج ما رو هک نکردن دوستان خیلی ها سوال میکنن پیج ما پیج رسمی هست به ثبت رسیده است در امریکا و توسط یک نتورک میدیایی که آوا اسمش هست همه میشناسید توسط اون ساپورت میشه که کاملا قانونی هست ولی ازش شکایت کردن سایبریهای های جمهوری اسلامی و اینستاگرام هم گفته در 24 ساعت اینها ریویو یعنی بررسی میکنند و بعد از اون پیج برمیگرده بدون تردید کمک شما ساپورت شما ساپورت کامنتی شما خیلی خیلی مهم هست در حمایت از پیج و خیلی هم متاسفیم بنگاه های بزرگ شبکه های اجتماعی اینگونه خودشون رو به نفهمی میزنن و متوجه نیستند رژیمی که گردش آزادانه خبر رو جلوش رو گرفته به جای اینکه اونها رو مسدود بکنن کسانی رو که میان و به گردش آزاد اطلاعات و آگاهی رسانی مخصوصا کمک میکنن اونها رو مسدود میکنن در هر صورت این وضعیتی است که ما نمیتونیم تغییر بدیم ولی کسی نگران نباشه این پیج رو پیج شخصیم رو ازش استفاده میکنیم تا اون یکی برگرده بدون تردید هم برمیگرده با حمایت شما و با تماسایی که خودمون گرفتیم هیچ جای نگرانی نیست به هیچ لحاظ در هر صورت عرض کردم این وضعیتی که در شبکه های اجتماعی هست رو ما نمیتونیم تغییر بدیم همه ما ولی میتونیم رسانه باشیم همه ما خبرها رو منتشر بکنیم خیلی هم میگن چه کار بکنیم خبر منتشر بکنید مخصوصا اگر در خارج کشور هستید و نمیتونید به انهایی که در داخل هست مشارکت بکنید از مردم حمایت بکنید خبرها رو منتشر بکنید این راه بسیار مهمی هست و ترفند سایبری های جمهوری اسلامی رو هم خونسا میکنه پس خبر منتشر بکنید حقایق رو نه تحلیل تحلیل رو ول کنید خبر خبر و مخصوصا آگاهی رسانی که این خیلی مهم هست خیلی از دوستان هم که دوستان مختلف از ما سوال میکنند رسانه ها در اختیار تعدادی هستند که اونها باید ازش استفاده بکنند و برخی افراد در اپوزیسیون یه تویت میزنن تمام تلویزیون ها پخش میکنن اکنون زمان استفاده از این فرصت هست اینکه ما همیشه عقب مسائل باشیم نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشیم به درد نمیخوره امروز روز اقدام روز خارج شدن از بیتفاوتی در میدان بودن و به طور عملی کار کردن هست همه ما سهیم هستیم در این شرایط و اگر هم شرایطی که در اون هستیم ازش استفاده نکنیم کسانی که مسئولیت بیشتری دارند و خیلی ها مدعی هستند محبوبیت بیشتری دارند اینها مسئولیت بیشتری هم دارند و مسئول خواهند بود در مقابل حوادثی که اتفاق میفته در بروجرت، بروجن، چلیچه، اردبیل، برخی محله های تهران هفشجان، هفشجان یا پایگاه بسیج مخصوصا اونجا مورد حمله قرار گرفته تمام اعتراضات اعتراضات پراکنده است تا این لحظه جرقه اعتراضات و قیام هست این اعتراضات برای خیلی سوال هست تا که میتونه ادامه داشته باشه سم پراکنی بسیار زیادی رو شما همینجا دارید میبینید برای اینکه ما در حال جنگ هستیم و در این جنگ اونها امکانات زیادی دارن امکانات ما محدود است ولی در هر جنگی هر کسی تاکتیک بیشتری داشته باشه نیروی بیشتری داشته باشه برنده خواهد شد ما نیروی بیشتری داریم ما بیشماریم این به نفع ما مونده تاکتیک تاکتیک همون خیلی مهم هست نباید در زمین دشمن بازی بکنیم ترفندهایی که اونها به کار میگیرن خیلی ساده است بایکوت کنیم بی اثرشون کنیم در حال حاضر اونها از مثلا صدا و سیما یا از رسانه هایی که در خارج کشور دارن استفاده میکنن که مردم رو بترسونن بگن مردم نمیتونن تغییری بدن بگن مردم کاری نیستن بگن هیچ فایده ای نداره دوباره سری رو دستگیر میکنن بعد همه چی دوباره رژیم ثابت خیر این بستگی داره همیهنان گرامی بستگی به این داره که شما چقدر بی تفاوت هستید بستگی داره که ما چقدر نظارگر هستیم اگر ما نظارگر این شرایط باشیم بدون تردید به نفع رژیمه که یه سری بیان بیرون دستگیرشون کنن شناسایی کنن همه چی تموم بشه بره ولی این ما هستیم تعیین کننده هستیم اگر همه ما بیایم و حمایت بکنیم خب این ترفند اونها خونسا میشه و نه تنها نمیتونن کنترل بکنن بلکه کنترل از دستشون خارج میشه پس بنابراین تمام این اعتراضات و هر اعتراضی هر قیامی بستگی به حمایت مردمی داره حمایت مردمی بسیار ضروری هست مخصوصا تهران تهران فقط پایتخت نیست تهران نماینده کل ایرانه شما در تهران از بلوچ گرفته تا کرد تا ترک تا عرب تا خود تهرانی تا شهرستانی تا اصفهانی تا شیرازی تا من همه رو دارید یعنی به روایتی نماینده همه ایران هست و به همین دلیل قیام تهران بسیار مؤثر بسیار بسیار تأثیر گذار خواهد بود مخصوصا هومه تهران بچه های جاده ساوه اسلام شهر گلستان اکبرآباد، رباط ربات کریم سلطان آباد پرند کرج قرچک ورامین باقرآباد، حسنآباد، شهریار شهر قدس و بقیه همه زمانی که میبینیم در جای نیروهای حکومتی هستند میترسن از اینکه اونجا اعتراض بشه از جای دیگه ای شروع بکنیم تاکتیک یعنی همین یعنی اینکه ما ترفندهای اونها رو خونسا میکنیم پس ما که بیشماریم ما که قدرتمون بدون تردید بیشتر از اینها هست تنها اگر بتونیم از تاکتیک درست استفاده بکنیم از برنامه به موقع استفاده بکنیم ما پیروز بشیم. به همین سادگی ولی این بستگی داره به حمایت جمعی نه اینکه ما بشینیم و نگاه کنیم ببینیم مثلا خوزستان به کجا میرسه در حال حاضر خیلی از شهرهایی که در روزهای گذشته قیام رو شروع کردند همین حالا هم اعتراض ادامه داره منتها اینترنت رو بستن خرم آباد در لرستان اکثر شهرها اینترنت رو قطع کردن و اینکه خبری نمیرسه به این دلیل هست تصویری نمیرسه فعلا به این دلیل هست از این به بعد سعی میکنیم از تلویزیون هایی که شخصی هستند وابسته به جایی نیستند شبانه دقایقی رو بتونیم بگیریم برای اینکه بشه این ارتباط رو گسترش داد و تاکتیک های خودمون ترفندهای های اونها رو گوشزد بکنیم که بتونیم ادامه بدیم راه رو این خیلی مهم هست دوستان شرایط حساسی هست پس ما همه رسانه بشیم کمبود رسانه اینکه رسانه ها مسیر دیگری رو دارند خیلی از رسانه ها هستند خب میگن چی شده ولی اینکه چی باید بشه رو نمیگن این نکته اساسی هست اینکه چه کار باید بکنیم نکته اساسی است این رو نمیگن و یا اگر بگن افرادی رو میارن کسانی که بیراهه هستند مسائل رو مطرح بکنن که اگر هم تحقق پیدا بکنه به زیان جمهوری اسلامی تموم نشه موضوع دیگه یک تاکتیک بسیار مهم در حال حاضر شما نگاه کنید اگر مردم زیادی اومدن تخم مرغ و گوشت تازه مرغ و ماست پاستوریزه نه ماست شهرستان ها که از روستایی ها میخرن اون نه یعنی ضرر به کشاورز و روستایی وارد بشه ماست پاستوریزه مشخص هست اینا رو شما بیاید یه هفته نخرید اینها مجبور میشن ارزون بکنن ولی این به این مفهوم نیست که ما با تحریم هی تحریم هی تحریم با تحریم برای دو ماه برای سه ماه امکان پذیر نیست نمیتونیم ادامه بدیم ولی این بار برای اینکه به اونها زیان برسونیم کاملا درسته ما حداقل یک هفته ده روز یا دو هفته بتونیم تمام اجناس اینها رو که اونهایی که گندیده خواهند شد اونها رو تحریم بکنیم که اینها ناچار بشن بیارن پایین این مختص شهرک های کوچی که از روستایی ها میخرن نیست دوستان کاملا متفاوته ما نمیخوایم زیان به مردم خودمون وارد بشه حکومت هدفه و تمامیت هم حکومت هم هدف هست پس همزمان با این تحریم فروشگاه های افق کوروش خیلی مهم هست فروشگاه های حکومتی خیلی مهم هست هر چی لازم دارید از اونجا بیارید ولی بدون پول دادن این مال شماست مصادره اینها حق مسلم تک تک شهروندان ایرانی هست ولی یادتون باشه زمانی که به فروشگاه های افق کروش رفتید حافظه دوربین ها رو حتما در بیارید و خودتون ببرید با دو هدف اساسی یکیش این که اینها میتونن بیارن صحنه سازی بکنن بعدن خودشون تعدادی رو وارد بکنن خرابکاری بکنن کارهای دیگه انجام بدن که مردم انجام نمیدن و بعد این رو به مردم نسبت بدن و بعد مجوز سرکوب از این به دست بیارن پس برای اینکه چنین اتفاقی نیفته ما خودمون همه حافظه دوربین ها رو در بیاریم داشته باشیم که اگر اینها دروغ گفتن ما بگیم خیر اصل داستان این هست بقیه مال خودشونه پس تک تک تاکتیک های ما اگر درست باشه به موقع باشه تردید نکنه که ما پیروز خواهیم شد در حال حاضر مهمترین مسئله تمرکز ما بر کل کشور هست اعتراضات قیام جرقش زده شده ولی اینکه به کجاها برسه چقدر گسترش پیدا بکنه حیاتی هست همه ما وظیفه داریم نسبت به این شرایط اگر دست روی دست بگذاریم طبیعتا بله به نفع اونها تموم خواهد شد مثل خیلی ها که در فضای شبکه های اجتماعی میگن در این صورت بله به نفع اونها تموم خواهد شد ولی وقتی که همه از خونه ها خارج بشیم خیر صدا و سیمایی که از مراکزی هست که اگر ما نتونیم تسخیر هم بکنیم همانند دقیقا مثلا در هفشنجان مرکز بسیج رو تسخیر کردن بسیار بجاست ولی بعد از بسیج خیلی مهم هست که مراکز صدا و سیما هم به کنترل مردم در بیاد و از اونجا بشه با چشم و با صورت کاملا بسته استطار شده با مراعات همه تدابیر امنیتی به مردم پیام داد که ما اینجا رو آزاد کردیم نوبت دیگر مناطق است میتونه بهترین روحیه دهنده به سایر مناطق باشه پس این صدا و سیما رو در نظر داشته باشیم هر جا موفق شدیم صدا و سیما رو تسخیر بکنیم صدا و سیما یکی از مراکز حفظ فساد هست و این رو هم فراموش نکنیم هدف ما رئیسی نیست شعار اساسی که مردم به خوبی در شهرهای مختلف اعلام کردند مسئله خامنه ای یعنی ارباب فسادها رو باید هدف قرار بدیم ارباب فسادها هدف اصلی ما هست چون هر کسی بیاد و بره تا ارباب فسادها باشه وضعیت بر همین منوال خواهد بود یادمون باشه تمام این قیام در گرو گسترش اون هست تمام این شرایط در گرو گسترش این قیام هست قیام رو گسترش بدیم به سر تا سر کشور از هر گروه سیاسی هستید از همون گروه بخواید که عمل بکنه زمان عمل هست اکنون زمان عمله فردا هر کسی بیا چیزی بگه دیگه فایده ای نداره تقصیر این بود تقصیر اون بود هیچ فایده ای نداره پس ما هستیم که امروز مسئولیم وظیفه داریم قیام رو گسترش بدیم قیام رو گسترش بدیم و همه رسانه بشیم هم میهنان خارج از کشور رسانه بشیم رسانه های خارج از کشور رو مطلع بکنیم سعی بکنیم یک سازماندهی داشته باشیم در خارج کشور برای اینکه بتونیم مقابل سفارت خونه ها ما هم تجمع بکنیم مقابل سفارت خونه ها رو بگیریم زمانی که در داخل ما انتظار داریم که همیهنان ما بیان جانفشانی بکنند از خودشون مایه بگذارن ما چه کار میکنیم ما هم از خودمون مایه بگذاریم در خارج از کشور کسی به خاطر این دستگیر نمیشه که بره تظاهرات بکنه یا مقابل یک سفارت رو بگیره ما هم وارد میدان بشیم همسو با همیهنانمون در داخل ایران همیهنان گرامی تمرکز کنیم بر گسترش قیام اگر تاکتیک های خودمون رو عملی بکنیم تردید نکنید که پیروزی با مردم بزرگ ایران خواهد بود و اینها کاری نمیتونن انجام بدن پاینده باشید